داستان تکراریه. داستان همیشگی و تکراری انسان در جستجوی هویت، انسان در جستجوی معنا، انسان در جستجوی خیش. این داستان برای دختر بچه 9 ساله حدود 25 سال پیش شروع میشه، وقتی که داره توی غرب بزرگ میشه و احساس میکنه از هویت ایرانیش عقب مونده. احساس میکنه که از اون بخش از هویت ایرانیش جا مونده و ازش محروم مونده، بخاطر این باید بجنگه، تلاش کنه تا اونو حفظ کنه. دست کم برای خودش. هر اونچه که در مورد ایران میشد از طریق فیلم، کتاب، عکس یاد گرفت رو به خودش آموزش میده. طبیعتاً اطرافیانش هم از این آموزش بی نصیب نمیمونن. هر جا حرف از ایران و ایرانیه، صف اول سخنرانی خودش وایستاده. دختر بچه بزرگ میشه، زمانی که دیگه داره دیپلم دبیرستانش رو میگیره، خوشحال و مفتخره که دوستای غیر ایرانیش یک بار پسته ایرانی رو خوردن، یک بار خونش به خوردن پلو زرش پلو با مرغ دعوت شدن. آرزوشون اینه که به ایران سفر کنن و سر میزشان با پدر مادر دوستاش در مورد مسائل روز ایران صحبت میکنه. زمانی که داره از دبیرستانی که تنها ایرانیش خارج میشه، مفتخر به عقب نگاه میکنه و میبینه روی دیوار مدرسه نقاشی چند تا شخصیت برجسته ایرانی آویزونه. پا به دانشگاه میذاره و طبیعتاً این جستجو همچنان ادامه داره. چیزی که تا اون لحظه رسالت و وظیفه شخصی خودش تعریف کرده بود، تبدیل میشه به یک رسالت گروهی. با شناختن موج ایرانیانی که از ایران مهاجرت کردن، این فعالیت‌های شناسوندن ایران تبدیل میشه به یک سری فعالیت گروهی. از شب یلدا تا عید و نوروز، از موسیقی ایرانی تا فرهنگ ایرانی. طبیعتاً وقتی که موقع کار میرسه هم باز این داستان ادامه داره. موقع کار میفهمه که با یه بشقاب قرمه سبزی هم خیلی خوب میشه فرهنگ ایرانی رو به مخاطب غیر ایرانی معرفی کرد. با هر بشقاب قرمه سبزی و کشک باجمجونی که یک غیر ایرانی میخوره، پر از حس شور و غرور میشه. سالها میگذره، این جستجو ادامه داره و لحظه ای میرسه که میفهمه که تنها مخاطبت این معرفی نامه که تا اون لحظه رسالت خودش میدونسته فقط غیر ایرانی ها نیستن. فقط خود ایرانی ها هم مخاطب اصلی هن. خود ما هم نسبت به فرهنگ و دانسته و عقبه و گنجینمون چقدر بیگانه ایم. اونجاست که تصمیم میگیره که خودش از نزدیک بشناسه. بدون فیلتر، بدون واسطه. میخواد خودش تجربه کنه. من شبنم هستم. من 3 سال پیش در جستجوی اون بخش از هویت ایرانیم که گم کرده بودم، از ایتالیا به ایران مهاجرت کردم. مثل هر رابطه دیگه، وقتی به ایران رسیدم، کورکورانه عاشق بودم. ولی مثل هر رابطه دیگه، ماه عسلمون خیلی زود تموم شد. وقتی که از دود شهر و شلوغی شهرم لذت می بردم، فهمیدم که یا عاشق کورم، و وقتی که شروع کردم مشکلات رو با پوست و گوشت خودم لمس کردم، فهمیدم که دیگه اونقدر عاشق نیستم. حس کردم که برای همیشه این رابطه داره به یک نقطه بی بازگشت میرسه و منتظر نشونه بودم. نشونه از راه رسید. تو همین شیراز دوست داشتنی ماشین رویاهامو پیدا کردم. یه ون زرد قدیمی، یه فلوکس واگن 1981 منو با خودش به سفرهای طولانی دور ایران برد و من عاشق ترین شدم. و من تازه اونجا فهمیدم که کشورم چقدر ندیده ها، نگفته ها، نشنیده ها برای گفتن داره. خب احتمالاً شما اینجا فکر میکنید که داستان من تموم شد و اون روح سرگردان بالاخره به نقطه آرامشی رسید و اون تیکه از هویتش رو پیدا کرد. اما سخت در اشتباهید. اصلا من امروز اومدم اینجا که بشینم و در مورد این موضوع باهاتون درد و دل کنم. وقتی از سفرم برگشتم، نه تنها اون یه تیکه از پازلم رو پیدا نکردم، بلکه تازه فهمیدم که من یک پازل 40 تیکه‌ام. تازه فهمیدم که من یک مجموعه فرهنگیم. یک مجموعه فرهنگی در من زیست میکنه. خودم اسمشو گذاشتم سندروم ملغمه فرهنگی. البته اینم بگم که پیش مشاورم رفتم که مطمئن بشم که دیوونه نیستم. وقتی از پیشش میامدم بیرون، بهم گفت نه، تو فقط آبنورمالی. آبنورمال یعنی خارج از نرمال. آب یه پیشوند لاتینه. من که به مقام والای آبنورمالی نائل شده بودم، تصمیم گرفتم که با سندرومم کنار بیام. به جایی که ازش رنج ببرم، دوستش داشته باشم.
فرصت ببینمش. و نه تنها پازل 40 تیکه، اون روز بود که تصمیم گرفتم که یک پازل 1000 تیکه میخوام باشم. میخوام تا جایی که میشه فرهنگ‌های متفاوت رو بشناسم و با آداب و رسومشون آشنا بشم. خب همه ی مقدمه و داستان برای این بود که به شما بگم چرا امروز با یه لباس بلوچی پیشتون ظاهر شدم. خب یکی از بزرگترین تیکه‌های پازل هویتیم رو من تو بلوچستان پیدا کردم. حالا اینکه چرا و چطوری خودش یه داستان دیگه است. طی سفرهام وقتی رسیدم بلوچستان یه اتفاق جالب افتاد که برای خودم هم طول کشید تا بفهمم دقیقاً اون اتفاق چیه یا چطوری من به اون نقطه رسیدم. من تو بلوچستان رجوع کردم به یک خاطره کودکی، به همون 9 سالگی. یادمه که یه روز وقتی داشتم از مدرسه میامدم بیرون، چند تا همکلاسیم دنبالم اومدن که با هم خب رفاقت کنن، دوستی کنن. یکیشون ازم پرسید که اسم پدرت چیه؟ منم گفتم محمود. یه ذره خندیدن گفتم ماموت؟ من که میدونستم ایتالیایی هر رو خوب تلفظ نمی کردن، سری تکون دادم. یکیشون زد این ور گفتش که راست شما با شطورا زندگی میکنید؟ اون یکی زد این ور شبنم راست تا حالا تلفن ندیدی؟ اونا قصدشون این نبود منو تحقیر کنن، ولی من تحقیر شدم. اونا فقط میخواستن با من رفاقت کنن. داستان اینه که اونا میدونستن من از کشوری میام در یک قسمت جغرافیایی این دنیا که برچسب جهان سوم روش خورده، که احتمالاً یه سری نداشته و ندیده داره، یه سری محرومیت داره. من زمانی که رسیدم بلوچستان نقطه آغازین جستجوم رو پیدا کردم. حس اون روز باعث شده بود که من تمام این سالها سعی کنم ایرانم رو معرفی کنم به باشکوه‌ترین شکلی که بلد بودم. اول سعی کرده بودم خودم بشناسمش تا بتونم به مخاطبین دیگه معرفیش کنم. دست خودم برای خودم رو شد. یه حس همزادپنداری با بلوچ‌ها پیدا کردم، چون دیدم که من در غرب سالیان سال تلاش کرده بودم به اصطلاح جهان اولی ها نشون بدم که ما یه به اصطلاح جهان سومی بیشتر از نداشته ها و محرومیت هامون هستیم. و می دیدم که بلوچ ها هم دارن تلاش می کنن که به ما یه به اصطلاح هموطن نشون بدن که بیشتر از نداشته ها و ندیده هایی هستن که ما فکر می کنیم دارن. این شد که دلم رو در گروه بلوچستان گذاشتم. این شد که اصلا شروع کردم روی سری واژه تأمل کردن، فکر کردن در مورد تعاریفی از جنس جهان سوم، منطقه محروم، خیر. درسته یه سری تعاریف جهانی و پذیرفته شده برای این واژه ها وجود داره، من هم اونا رو میپذیرم، ولی بیایید یه بار از یک نقطه نظر دیگه بهش نگاه کنیم، یا دست کم از نقطه نظر من. من همیشه تو شهرهای بزرگ زندگی کردم و فکر میکردم که از تمام امکانات رفاهی ممکن برخوردارم. ولی منی که تو شهر زندگی میکنم و غذای سنتی نمیخورم، لباس محلی نمی پوشم، یخچال خونم پر از سوسای خارجیه، زیر کرسی خوابم نمی بره، نمای خونم رومیه، پرم از آلودگی های صوتی و تصویری، هوای پاکیزه برای تنفس ندارم، شاید من محرومم. شاید یک روستایی که هر روز صبح از خواب بیدار میشه، لباس سنتیشو می پوشه، نون تنور خونه خودشو میخوره، پا برهنه تو حیاتی میدوه که گاهن به وسعت یک دشت یا یک کوهه، شاید اون محروم نیست. شاید اصلا این تعاریف نسبی باشه. مهم اینه که از کجا وایسادیم و داریم بهش نگاه میکنیم. شاید هیچ وقت نشه گفت کی محرومه و کی جهان سوم. شاید زمانی که این دیده از بالا به پایین رو به خودمون میدیم و به خودمون این اجازه رو میدیم که فکر کنیم ما داراییم و کسی ندار، با افتخار تیکت خیر هم به سینمون میزنیم و وارد یک منطقه میشیم تا رفاه به اصطلاح شهری اون رو با افتخار براشون به ارمغان ببریم، ناگزیر از این که داریم اعتماد به نفسی رو برای همیشه نابود میکنیم، عزت نفسی رو برای همیشه خدشه‌دار میکنیم. شاید ما نه محرومیم نه جهان سوم، ما
ما فقط انسان‌هایی هستیم با زیستی متفاوت که میتونن در کنار هم رشد کنن، از هم یاد بگیرن، با هم به اشتراک بذارن دانسته هاشونو. من همون آدم نسبتاً غیرعادی هم با یک دغدغه عادی که دل در گروه بلوچستان داره و مشخصاً دوتا روستا تو بخش دشتیاری و داره تلاش میکنه با اون چیزهایی که از شهر بود، شهری بودنش یاد گرفته و با افرادی که در اون شهر شناخته بتونه تجمیعی از دانسته ایجاد کنه تا بتونه نقاط دور افتاده کشورش رو بهتر بشناسه، تا به اونها کمک کنه که اونها هم خودشون رو بهتر بشناسن، چون شاید اصلا رسالت ما این فقط باشه که هم رو بشناسیم و به یک روستایی یادآور بشیم که تو میراثدار یک گنجینه بزرگ فرهنگی هستی که خونه کاهگلی تو از خونه نمارومی ما به مراتب ارزشمندتره، که ما چقدر دلمون تنگ شده برای سقف‌های حصیری و دیوارهای سنگچین. من امروز مفتخرم که این لباس بلوچ رو به تن دارم، مفتخرم که در کنار بلوچ‌ها شیرچای خوردم، خوشحالم که دارم آسه آسه زبان بلوچی یاد میگیرم تا بتونم بیشتر با این فرهنگ آشنا بشم، چون فرهنگ چیزی گذرا نیست که یک شبه و یک روزه و با یک سفر بشه شناخت، سالها زمان میبره. من هنوز برای شناخت فرهنگ ایرانیم در تکاپوام، فکر میکنم نقطه پایانی نیست برای شناختن یک فرهنگ. من امروز دارم تلاش میکنم که با مشارکت خود اهالی این دو روستا یک سازه‌ای بسازیم برگرفته از کپرهای بلوچ با دیوارهای سنگی، سقفی حصیری، تا اتفاقی نو رقم بزنیم، تا در یک سازه نسبتاً سنتی بتونیم یک آموزشکده مجازی درست کنیم، تا بتونیم محرومیت واقعی که دور افتادگی و مرزهای طولانی رو در بنوردیم، تا به هم یاد بدیم و از هم یاد بگیریم، تا شاید روزی برسه که عزت نفس یک کودک بلوچی یا هر جای دیگه تقویت بشه، روح بلند پروازش باعث بشه که خودش بدونه چه داشته هایی داره و بتونه از اونها ارزش خلق کنه، بتونه تهر بهره‌وری از یک معدن بزرگ رو ارائه بده، یا یک آشپز درجه‌ای که بلوچ بتونه غذاهای بلوچی رو به ما معرفی کنه. چون محرومیت واقعی وقتیه که ما ندونیم که داریم در مورد سرزمینی صحبت میکنیم که مملوء از منابع طبیعی، هنر سفالگری و نساجیش قدمتی چند هزار ساله داره، به قدمت شهر سوخته، مردمانش بی نظیرن، کوههای مریخیش تو دنیا همتا ندارن، هنر حصیربافیش بی نظیره. ما به همراه اهالی روستا خیلی تلاش کردیم، خیلی چالش داشتیم تا با هم یادآوری کنیم، به هم یادآوری کنیم که اصلا یک سازه سنتی رو چجوری می ساختن. خونه به خونه در زدیم تا جلیل رو پیدا کنیم که این حصیر رو ببافه، خونه خونه در زدیم تا استادی پیدا کنیم که یک چشمش کار نمی کنه و یک ذره یادش باشه که یک طاقی حصیری رو چجوری می سازن. همه اینها خیلی آموخته برای من به همراه داشته، همینطور برای اهالی روستا. من فکر میکنم که اون چیزی که سفرهام به هم یاد داد اینه که اصلا مهم نیست که به کجا داری میری، مقصد مهم نیست، مهم مسیره، مهم اینه که در طی مسیر لذت ببری و یاد بگیری. از اون ملغمه فرهنگیم، از اون بخش ایتالیاییش یاد گرفتم که مهم اینه که هر کاری انجام میدی تأمل کنی، فکر کنی و صبر کنی، از اندوخته هات استفاده کنی و برای عمل کردن عجله نکنی. و از اون بخش از هویت شیرازی یاد گرفتم که به قول سعدی بزرگ، رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.